درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه همراه ما باشید. عصر سه‌شنبه ساعتی پس از تصویب بسته کمک امنیتی شامل قانون مهسا در سنای آمریکا، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پیامی اعلام کرد که مصوبه سنا را امضا و آن را به قانون تبدیل می‌کند. بسته کمک امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان که قانون مهسا نیز در آن گنجانده شده، با رأی اکثریت دو حزبی در سنا تصویب شد. این بسته شامل قانون کشتیرانی نیز می‌شود که درآمد نفتی جمهوری اسلامی را هدف می‌گیرد. آرژانتین خواستار دستگیری احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی شد. او متهم است که 30 سال پیش در بمبگذاری مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس دست داشته است. وحیدی هم‌اکنون در سفری خارجی به سر می‌برد. در جریان بمبگذاری آمیا، مرکز یهودیان آرژانتین، در سال 1373 85 نفر کشته شدند. وکیل خانواده ژینا مهسا امینی در تازه ترین به روز رسانی از وضعیت پرونده کشته شدن او در بازداشتگاه گشت ارشاد در سال 1401 اعلام کرد که این پرونده هنوز در دادسرا مانده و هیچ دادگاهی برای آن تشکیل نشده است. صالح نیکبخت دیماه سال 1402 نیز گفته بود که از ماموران سرنشین ون حامل مهسا تحقیق کردند، اما خود شاکیان پرونده اجازه حضور و سوال پرسیدن نداشتند. سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سال 2023 خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در این سال آزادی بیان مردم ایران را بیش از پیش محدود و سرکوب زنان و شکنجه و اعدام را شدیدتر کرده است. بر اساس این گزارش، حکومت با استفاده گسترده از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها را شدیداً سرکوب کرده و تحت فشار قرار داده است. نمایندگان پارلمان اروپا امروز چهارشنبه طی جلسه‌ای به حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل پرداختند. آنان خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پاسخ به انتقادات نمایندگان از او گفت: تا کنون 500 شخص در چارچوب نظام جامعه تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند و وعده داد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت.